برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. به منظور پذیرایی از زائران اربعین حسینی، فضایی به مساحت 4000 متر مربع در جوار حرم امام حسین علیه السلام افتتاح شد. اداره ها و بخش های مختلف حرم مطهر امام حسین علیه السلام در حال آماده کردن ارائه کلیه خدمات لازم به زائران حسینی در ایام زیارت میلیونی اربعین هستند که از جمله این تمهیدات می توان به تأمین مکان هایی برای استراحت زائران اشاره کرد. مهندس عبدالحسن محمد رئیس بخش بازسازی و مرمت حرم امام حسین علیه السلام با اشاره به اینکه آستان مقدس حسینی در تلاش است تا تمامی اماکن و امکانات لازم را برای تأمین آسایش زائران و ارائه بهترین خدمات ممکن به آنان فراهم کند تأکید کرد. افتتاح محوطه شهدا بخشی از تلاش‌های مستمر برای گسترش فضاهای استراحت زائران است. اداره تعمیرات، مهندسی و ساخت و ساز حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام به منظور بهبود و نوسازی کار نصب شیشه در سقف مشرف به حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام را ادامه می‌دهد. حسن سعید مهدی مسئول واحد آینه کاری آستان مقدس عباسی اظهار داشت عملیات نصب شیشه شامل ضلع شرقی و غربی سقف مشرف حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام با هدف جایگزینی بخش‌های قدیمی با شیشه کاری‌های جدید در حال انجام است. وی در ادامه گفت حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام به منظور حفظ رفاه عمومی زائران به اجرای پروژه‌های توسعه و نگهداری با استفاده از آخرین فناوری‌ها و مواد با کیفیت ادامه می‌دهد. مردم شهر مقدس کربلا با برپایی مراسم تشییع نمادین شهادت امام سجاد علیه السلام را گرامی داشتند و از مظلومیت آن حضرت پس از واقعه خونین کربلا یاد کردند. در همین راستا شهر مقدس کربلا شاهد حضور گسترده مردمی بود که در تشییع تابوت نمادین امام سجاد علیه السلام شرکت کردند و آن را بر دوش گرفتند و با آن در منطقه بین الحرمین حرکت نمودند. گفتنی است شیعیان در نقاط مختلف جهان به مناسبت این غم و اندوه به اقامه عزا پرداختند. در پی شهادت چهارمین پیشوای مسلمانان جهان حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام بیت آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی در شهر مقدس قم مراسم عزاداری و ماتم برگزار نمود. در این مجلس که با حضور معظم الله علما و فرهیختگان حوزه علمیه و عزاداران همراه بود خطبای ارجمند آقایان طاهری اسلامی و حائری قزوینی به ایراد سخنرانی در رابطه با حیات پربرکت حضرت زین العابدین علیه السلام و وقایع روزگار ایشان پرداختند. ایشان همچنین در زمینه نقش تأثیرگذار این امام همام در ترویج مکتب حقه تشیع و نشر فرامین رسول خدا صلی الله علیه و آله سخنرانی نمودند. وزارت آموزش و پرورش افغانستان تحت کنترل طالبان تعطیلات تابستانی دانش آموزان را در سراسر این کشور تا 20 مرداد تمدید کرده است. این وزارت در بیانیه گفته است که این تصمیم به علت گرمای شدید اتخاذ شده است. این در حالی است که دختران بالاتر از کلاس ششم هنوز از رفتن به مدرسه محروم هستند. در یک لحظه تاریخی برای حرفه دندانپزشکی یک ربات کاملا مستقل با کنترل هوش مصنوعی برای اولین بار یک جراحی کامل را بر روی یک بیمار انجام داده که تقریبا 8 برابر سریعتر از یک دندانپزشک معمولی است. جراحی رباتیک با کنترل عامل انسانی در حال حاضر با دقت بالا در حال پیشرفت است. گفتنی است این ربات هنوز مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار نگرفته است
و شرکت پرسپتیو جدول زمانی عرضه آن را تعیین نکرده است. بنابراین ممکن است چند سال طول بکشد تا عموم مردم به این نوع درمان دسترسی پیدا کنند.